این موتروان هم اینجا هست، من میگم یک کلمه گپ هم بزنم. سلام علیک، خوب هستی؟ سلامتی. ساعتت خوب است؟ یک دقیقه خو میتونیم گپ بزنیم. برای چی؟ نام چی هست؟ محمد یعقوب. محمد یعقوب؟ بله. کجا میرین؟ به ایران. چی میبرین؟ چی میارین؟ خالی بار میرم از بر سوخت میارین. خب سوخت تیل؟ بله. گاز هم میارن؟ بله. خب چطور است؟ ارزان شده؟ خرجای ما بالایه، به کی بگین کی گوش کنه؟ خب چی خرجش بالایه است؟ خرج ازی بالایه که ماشین افغانی مره به ایران مره $800 هزینه میشه. $500 کرایه نه. کسی نیه جوابگو بره ما. اینجا هم دولت خود ما جوابگو نیه، خود ایران یک نشست نمیکنه، برگزار نمیکنه. روزانه روز 30-40 موتر افغانی میره، روز 300-400 موتر ایرانی میاد به داخل گمرک افغانستان. هر موتر ایرانی هزینه هیچ نداره، از ما خرجامون هر روز بالا میکشه. یعنی خودت میخواهی را بگویی که شما که میرین میارین گمرکش زیاد است؟ هزینه گمرک زیاده. هزینه گمرک زیاده. کسی بگیرینی بیکار. اوا که کت موترهای خود میارن؟ اونا میایه تا به هرات میره، به هر ولایت افغانستان تخلیه میکنه، هیچ کس از اونا هزینه نمیگیره. گمرک ایران تا ما میریم 3000 کیلومتر را میریم میاییم $800 از ما هزینه میگیره. هر موتر فرق میکنه اندازش خرد و کلان از چه رقم؟ این از موتر کلان. این موتر کلان کلش یک رقم است؟ بله. خب از شما چقدر تل میاره؟ مسئله تل نه، مسئله هزینه میگیم. نه یعنی چقدر تل میارن که چقدر گمرکش میشه؟ از او خاطر پرسیدم. ما همو کرایه‌ای که دولت تاجر افغانستان به ما کرایه میده دو برابر به گمرک ایران ما هزینه میکنیم. هر روز خرجم رو میکشه بالا میکشه. کسی هم پیگیری نیه. اینی دولت نیو دولت. اونو خرج میکشه بالا، این دولت خود ما نی یک جوابگویی داره، نی خود اینا یک نشست میکنه. برای چی خرج ماشین افغانی میکشی بالا؟ ماشین ایرانی میاد به داخل گمرک افغانستان، هیچ هزینه نداره. حالا یک کم خوبی هم هست در این معاملات تجارتی از امیر رای کلان ترانزیتی یا نه؟ یا کلش شکایت است؟ کلش مشکلات اصلا کل شکایته. کسی نمیاد راننده نمیپرسه که تو به داخل گمرک ایران میری هزینه تو کجایه، خرج تو کجایه. ماشین ایرانی میاد به داخل گمرک افغانستان، هیچ خرج نداره، ماشین افغانستان هزینه داره. سر تشکر. زنده باشی. بخیر باشی. بخیر باشی.